سرخط خبرها. ادامه اعتراضات به بازداشت فرمانده علی پور در کابل. معترضان جلوی خانه معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان تجمع کردند. 700 مجروح در استان کرمانشاه ایران، 2 کشته در کردستان عراق. بیشتر مصدومان زلزله سرپایی درمان شدند، حدود 40 نفر بستری. به دنبال توقیف 3 شناور اوکراینی از سوی نیروهای روسیه، پروشنکو وضعیت اضطراری اعلام کرد، شورای امنیت جلسه خواهد داشت. و آخرین ساعات سفر 6 ماهه کاوشگر اینسایت، مهمان تازه مریخ برای فرود آماده می شود. سلام، عصر بخیر، خوش آمدید به اولین بخش خبری امروز دوشنبه 5 آذر 97 در تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی. تجمع و اعتراض به بازداشت یک فرمانده محلی در کابل، پایتخت افغانستان، و چند شهر دیگر برای دومین روز ادامه داشته. از صبح امروز ترافیک در غرب کابل مسدود شده و معترضان مقابل خانه محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، تجمع کردند. معترضان خواستار آزادی فرمانده علی پور هستند، یک فرمانده محلی که ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید باجگیری و اخاذی میکرده. به گفته شاهدان، پلیس در محل حضور سنگین دارد و در تلاش است با تیراندازی هوایی معترضان را متفرق کند و مانع حرکت آنها به طرف مرکز شهر شود. علی حسینی خبرنگار ما از کابل به ما پیوسته. علی، آخرین وضعیت چیه؟ آخرین وضعیت از منطقه غرب کابل باید گفته شود که گرده همایی ها به طور نسبی همچنان ادامه داره. ساعتی پیش، حدود نیم ساعت پیش اگر بگیم، راز محمد اوریاخیل رئیس ارکان نیروهای فرماندهی نیروهای امنیتی کابل در یک کنفرانس خبری با دیگر مقامات بلندپایه امنیتی کابل حاضر شدند و یک بیانیه را تقریبا میتوان گفت که صادر کردند. در او بیانیه آمده که برخی از تروریستان به خصوص داعش قصد انجام حملات تروریستی بالای اجتماعات را دارند. این چیزی که میگم نقل قول مستقیم از بیانیه امروز آقای اوریاخیل است و همچنین گفتن که ارگانهای کشفی به معلوماتی دست یافتند که گویا بعضی از افراد مشکوک قصد اخلال در این تجمعات و تظاهرات ها را دارد و حلقات و افرادی که مردم را به خشونت تشویق میکنند جدا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. هنوز بعضی موارد هنوز تایید نشده وجود داره، اینکه از دو طرف، هم نیروهای امنیتی میگن که شماری از پلیس ها زخمی شدن و هم معترضین میگن که اعتراض کنندگان زخمی شدن. بعضی از تصاویر هم نشر میشه که گویا افراد که خون آلودن و از آنها خون جاری است به زمین افتادن. مشخص دقیق نیست که در تیراندازی کدام یک از طرف ها این افراد، این پلیس ها زخمی شدن. مشخص هست که چه کسی دعوت به تظاهرات کرده؟ فعلا نمیشه به یک آدرس مشخصی اشاره کرد. همانطور که دیروز حوالی ساعت 10 صبح وقت کابل که شروع شد، یک بخش عمده ای از دعوت به تجمع و گرد هم آمدن ها رفت در فضای مجازی شکل گرفت، در فیسبوک ها و توییتر ها خواسته شده بود که بیاین و تجمع کنن دور همان مرکز پلیس که گویا گفته میشد در آنجا فرمانده علی پور در آنجا بازداشت هست و همین سبب شد که تجمعات بیشتری هم صورت بگیره. در برخی از ولایت‌های دیگر، در بامیان هم، در هرات هم تجمعات نسبی برگزار شده، گرچه که این قضیه نه تنها فقط مال دیروز نیست، حدودی که 2 ماه قبل هم برمیگرده، یعنی عین تجمعاتی در ولسوالی لعل و سرجنگل هم صورت گرفت زمانی که نیروهای امنیت افغانستان می‌خواستن یک دفعه دیگه آقای علی پور را دستگیر کنند ولی نتوانستند. گرچه در ولایت میدان وردک، همان جایی که آقای علی پور فعالیت داشته، افرادی در حمایت از بازداشت آقای علی پور تظاهرات کردند و آقای علی پور را به انجام اعمال غیرقانونی متهم کردند. گرچه طرفداران و هواداران آقای علی پور موضوع رد میکنند. علی، درباره خود آقای فرمانده علی پور یک کمی میشه توضیح بدی؟ چون اتهام هایی که علیه او مطرحه، مثل باجگیری و اخاذی، اتهام های کمی نیست.
داستان آنطور که فعلا ما میدانیم داستان فرمانده علی پور یا مشهور به قمندان شمشیر برمیگرده به 3 سال پیش در رویدادی که شماری از غیر نظامیان در منطقه جلریز میدان وردک در نزدیکی کابل ولایت نزدیک به کابل کشته شدند و گفته میشه که بعد از او آقای علی پور گروهی از نظامیان و گروهی از افراد مسلح را دور خود جمع کرد که از او به عنوان خیزش های مردمی یاد میکنن هوادارانش، گرچه حکومت میگه که این افراد غیر مسئول هستن. و بعد از او فعالیت های آقای علی پور شکل گرفت، گسترش پیدا کرد به 1-2 ولایت دیگر، به ویژه در حدود 1-2 ماه گذشته در منطقه در ولایت غزنی، در منطقه جاغوری، در اروزگان، در اینجا هم فعالیت های نسبی آقای علی پور دیده می شده است. بسیاری شباهت می بینند بین بازداشت فرمانده علی پور و بازداشت نظام الدین قیصاری. اون بازداشت هم اعتراضاتی در پی داشت در بسیاری از ولایات افغانستان، اما منجر به آزادی آقای قیصاری نشد. آیا ممکنه در این مورد تفاوتی وجود داشته باشه؟ فعلا که بیانیه امنیت ملی رو که امروز ما خواندیم به نظر مثلا چنین اقدامی حداقل در با توجه به فضای فعلی امکان نداره که آزاد بشه. اما شب گذشته معاون دوم ریاست جمهوری سرور دانش با رئیس امنیت ملی محمد معصوم استانکزی دیدار داشته. صحبت هایی که از این دیدار برآمد از طرف معاون دوم ریاست جمهوری خوشبینانه به نظر میرسید برای هواداران آقای علی پور، که گویا امروز تفاهم نامه صورت میگیره و گفتگوهای صورت میگیره که آقای علی پور ادغام بشه به نیروهای امنیتی ملی و در چارچوب نیروهای امنیتی افغانستان و در چوکات این نیروها فعالیت خودش را ادامه بدن. اما گویا این جلسه امروز برگزار نشد. درست است، هواداری های مشابه قضیه قیصاری هست، یعنی آقای قیصاری متهم به نقض حقوق بشر است و از طرف حکومت افغانستان عین مشابه است، او هم نیروهای مردمی داشت و خیزش های مردمی را هدایت میکرد در شمال افغانستان در ولایت فاریاب، گرچه که او هم گفته بودن که بررسی میشه قضیهش، ولی تاکنون آقای قیصاری آزاد شده و بعید به نظر میسه فعلا با توجه به وضعیتی که دیده میشه آقای علی پور هم آزاد شده. با توجه به بیانیه‌ای که امروز ریاست امنیتی ملی نشر کرد در رابطه با اینکه پیگیری افرادی که خلاف قانون فعالیت میکنند. متشکرم. علی حسینی خبرنگار ما از کابل. دو خبر دیگر از افغانستان. مقام‌های محلی در ولایت فراه در غرب این کشور از کشته شدن دست کم 20 نیروی پلیس در حمله دیشب طالبان خبر دادند. گفته شده نیروهای پلیس در مسیر انتقال از مرکز ولایت فراه به ولسوالی جوین بودند که با کمین طالبان روبرو شدند. فراه در چند ماه گذشته شاهد درگیری‌های شدیدی میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که در حال مشورت با احزاب سیاسی و نیروهای امنیتی است تا تاریخ دیگری برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کنند. قبلا این کمیسیون گفته بود که انتخابات 31 حمل یا فروردین برگزار می شود. اما دیروز از احتمال تأخیر 3 ماهه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. بر اثر زلزله دیشب در غرب ایران بیش از 700 نفر مصدوم شدند و از این تعداد 37 نفر بستری هستند. گفته شده بیشتر مصدومان از شهرهای سرپل ذهاب، گیلان غرب و قصر شیرین هستند. این زلزله در ایران تلفاتی نداشته، اما در اقلیم کردستان عراق 2 نفر کشته شدند. دیشب زلزله‌ای به بزرگی 6.4 منطقه‌ای بین سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلان غرب را لرزاند. این زمین لرزه در 10 استان دیگر ایران و همچنین در عراق و چند کشور دیگر منطقه احساس شد. مسعود کردپور خبرنگار ارشد آژانس خبری مکریان در کردستان ایران با ماست. آقای کرد بود، از آخرین وضعیت مصدومان به ما بگید. بله، بر اساس خبرهای منتشره و بازدیدهایی که دوستان از منطقه داشتن، اکثر مصدومینی که اونجا در اثر زلزله به بیمارستان ها مراجعه کرده بودند، اکثرشون مرخص شدند و سرپایی معالجه شدند و خوشبختانه تلفات جانی در آمارهای رسمی نیستش و اکیپ های امدادی هم به منطقه اعزام شدن، به روستاها هم حتی رفتن. به اون صورت خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم، ولی تخریب ها بوده. بسیاری از ساختمان هایی که پارسال بازسازی شده بودن دوباره ترک برداشتن، ساختمان هایی که نیمه کاره بودن باز دوباره متاسفانه تخریب شدن بعضی هاشون، و این بر مشکلات منطقه افزوده. و
وضعیت جوی منطقه هم که چند روز بود بارندگی داشت، تا امروز هم کم و بیش هوا ابری و بارانی بود که مشکلاتی را ایجاد کرده بود در آمد و شد و رفت و آمد اکیپ‌های امدادی، ولی خوشبختانه هوا رو به خوب شدن هستش و فقط مجروحین هستند که در بیمارستان‌ها بستری هستند. اشاره کردید به مناطقی که آسیب دیده، آیا کمک رسانی به میزان تخریبی که اتفاق افتاده بوده؟ البته کمک رسانی به تدریج اتفاق میفته، مثل پارسال نیسته، چون پارسال اولین دفعه بود که هر حال در منطقه زلزله اومد و خیلی هم شدید بود، تخریب زیاد بود، هر حال تلفات جانی بسیار زیاد بود و مردم خودجوش از کل کشور اونجا مراجعه میکردن و از تمام مناطق کردنشین و ایران و خود کل ایران کمک‌های امدادی به اونجا اعزام شدن و خیلی ها خودشون داوطلبانه به اونجا مراجعه میکردن برای کمک. ولی امسال با توجه به اینکه تلفات جانی نبوده و آمار رسمی نشون نمیده که به هر حال وضعیت وخیم باشه مثل پارسال، به هر حال فقط در بعضی جاها تعدادی از افراد خودشون مراجعه کردند و امداد رسانی کردند در منطقه. متشکر از شما مسعود کردپور از خبرگزاری مکریان با ما. چند خبر کوتاه. نیروی زمینی ارتش ایران مسئولیت مرزبانی مرزهای مشترک با افغانستان را بر عهده گرفته. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته با این واگذاری مرزهای ایران امن‌تر خواهد شد. او گفته دلیل استقرار نیروی زمینی در مرز ناامنی در افغانستان است که ممکن است به گفته او سبب اتفاقاتی در مناطق مرزی شود. یک عضو انجمن داروسازان ایران نسبت به خرید دارو از بازار ناصر خسروی تهران هشدار داده. دکتر رهبر مجدهی آذر به ایسنا گفته سوداگران دارو تاریخ مصرف آنها را به صورت کاملا آشکار تغییر می‌دهند. او هشدار داده که استفاده از این داروها می‌تواند سلامت بیماران را بیش از پیش به خطر بیندازد. داروخانه‌های ایران از این به بعد کیت‌های تست ایدز به مشتریان می‌فروشند. معاون وزارت بهداشت ایران گفته با این روش بیماریابی ایدز با دقت بیشتری انجام می‌شود. علیرضا رئیسی به خبرگزاری ایرنا گفته این کیت‌ها با نظارت وزارت بهداشت در داروخانه‌ها عرضه می‌شود و افراد می‌توانند شخصاً از خودشان آزمایش ایدز بگیرند. برناردو برتولوچی، کارگردان صاحب نام ایتالیایی و از برندگان اسکار در 77 سالگی درگذشت. او در بیش از 50 سال کار سینمایی ژانرهای گوناگونی را تجربه کرد. از درامهای انسانی گرفته تا آثاری با ابعاد بزرگ تاریخی. از مهمترین ساخته های برتولوچی میتوان به آخرین تانگو در پاریس، بودای کوچک و آخرین امپراتور اشاره کرد. او در سال 1987 برای فیلم آخرین امپراتور برنده اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین کارگردانی شد. محمد تنگستانی، روزنامه‌نگار فرهنگی از تحریریه ایران وایر از بروکسل با ماست. آقای تنگستانی، بزرگترین یادگار برتولوچی از دید شما چیه؟ به باور من بزرگترین یادگار این سینماگر نامدار جهان فیلم رویا پردازان هست، چون که در این فیلم برتولوچی برخلاف اینکه اون سناریو که اقتباس از یک رمان بود استعداد این رو داشت، چون به موضوع به انقلاب کبیر فرانسه می پرداخت، استعداد این رو داشت که شدیداً شعارگونه باشه، دیالوگ های شعاری داشته باشه اما برتولوچی با توجه به نگاهی که به سینما داشت، که اون نگاه رو به پشتوانه غنی ادبی که داشت، از یک خانواده کاملا فرهنگی رشد کرده بود، در یک خانواده کاملا فرهنگی بزرگ شده بود، ادبیات و متون ادبی رو میشناخت، میدونست که در چه جاهایی باید از شعار پرهیز کنه و با نگاهی فرویدی که به جهان انسان اجتماعی و ایدئولوژی های سیاسی جهان داشت، در اون فیلم بدون هیچ گونه شعاری تونست به موضوعاتی که روز زمان خودش بود و به موضوعی که انقلاب کبیر فرانسه بود، یک موضوع کاملا سیاسی، از یک نگاه فرهنگی بپردازه و اون انقلاب فرهنگی رو که در هر انقلاب سیاسی شکل میگیره رو به رخ بکشه. یکی از تم‌های مورد علاقه آقای برتولوچی تحلیل ایدئولوژی فاشیسم بود. از دید شما از کجا ریشه گرفته بود علاقه او؟ من باید تمام نگاه و
آثار برتروشه وقتی ما نگاه کنیم میبینیم که انسان محوری، انسان بدون مرز، جهان بدون مرز رو داره به تصویر میکشه، داره به ایدئولوژی های انسانی فکر میکنه. جهان امروز جهان ابتذال، جهان سطحی نگری، جهان ایده است، در حالی که برتروشه به جهانی، در جهانی فکر میکرد که اندیشه، فلسفه و فکر محوریت بود. من فکر میکنم که پرداختن به اندیشه، فلسفه و محوریت مهمترین چیزیه که در سینمای برتروشه و این نگاهش به جهان و انسان میتونه اهمیت داشته باشه، جدا از اینکه برتروشه به باور من یک مورخ موفق تاریخ هنر، تاریخ اجتماعی هنره. به طور کلی نگاه کاملی نسبت به سینمای جهان داشته، حتی سینمای ایران رو کامل میشناخته. علاوه بر دوستی که با ابراهیم گلستان و خانم فروغ فرخزاد داشته، در سفری که به ایران داشته در زمان حیات خانم فرخزاد و بعد از اون نگاهی که به سینماگران جوان ایران داشته و صحبت‌هایی که در مورد سینمای جوان ایران کرده، خب نشان میده که این فقط یک سینماگری نبوده که بیاد فضای سینمایی و فکری ایتالیا و فرانسه رو تلفیق کنه با نگاهی که خودش داره، سینمای خودش رو عرضه بکنه. البته یک پرانتز همینجا باز بکنم، این صحبت دلیل به این صحبت من که سینمای ایران رو میشناخته و یا کارگردان‌های نامدار سینما و کارگردان‌های ایرانی، این شخص انسانی بوده که به جهان ریزبینانه نگاه می‌کرده و یک مورخ فرهنگی فکری و یک مورخ بدون مرز برای جهان هنر محسوب می‌شده. متشکرم. محمد تنگستانی، روزنامه‌نگار فرهنگی، با ما. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه می‌دیم. در دومین روز از اعتراض‌ها به بازداشت فرمانده علی پور در کابل، ترافیک در بخش‌هایی از این شهر مختل شده و معترضان در غرب کابل تجمع کردند. بر اثر زلزله شدید دیشب در غرب ایران، بیش از 700 نفر در سر پل ذهاب، گیلان غرب و قصر شیرین مجروح شدند. این زمین لرزه در ایران تلفاتی نداشت. در ادامه برنامه، کاوشگر اینسایت بعد از سفر طولانی برای فرود روی مریخ آماده می شود. نیروهای ویژه روسیه دو قایق توپدار و یک یدک‌کش نیروی دریایی اوکراین را در تنگه کرچ توقیف کردند. اوکراین می گوید به سوی قایق‌های این کشور شلیک شده و چند ملوان اوکراینی مجروح شدند. اما روسیه شناورهای اوکراین را متهم کرده که به آب‌های این کشور تجاوز کردند. رئیس جمهوری اوکراین از روسیه خواسته فوراً قایق‌های توقیف شده و ملوانان اوکراینی را آزاد کند. شورای امنیت سازمان ملل امروز جلسه‌ای برای بررسی تنش بین روسیه و اوکراین تشکیل می‌دهد. شیار گل گزارش می‌دهد. افزایش تنش بین روسیه و اوکراین. این تصاویر دیروز لحظه که برخورد نیروهای ویژه روسیه با قایق‌های نیروی دریایی اوکراین را در نزدیکی شبه جزیره کریمه نشان می‌دهد. سربازان روسی شنیده می‌شوند که می‌گویند از آب‌های ما خارج شوید. لحظاتی بعد به ملوانان اوکراینی شلیک می‌کنند. یک ملوان اوکراینی خواهان کمک است. او می‌گوید چند نفر زخمی شدند. روس‌ها می‌گویند دست‌ها بالا. همگی دست ها بالا. جنگنده های روسی هم بر روی تنگه کرچ در حال پروازند و نیروهای ویژه این کشور با قرار دادن یک کشتی بزرگ زیر این پل، تنگه کرچ را بر روی قایق های اوکراینی میبندند. تنگه کرچ منطقه استراتژیک بین اوکراین و شبه جزیره کریمه است. روسیه در سال 2014 کریمه را تصرف و آن را به خاک خود ضمیمه کرد. رئیس جمهوری اوکراین در جریان نشست اضطراری شورای امنیت و شورای دفاعی این کشور اقدامات روسیه را بی دلیل و دیوانوار خواند. به رهبران روسیه توصیه می‌کنم که فوراً ملوانان اوکراینی را آزاد کنند. ملوانانی که با خشونت بازداشت شدند و سرنوشتشان مشخص نیست. این نقض قوانین بین‌المللی است. در اولین قدم برای کاهش تنش در دریای آزوف و منطقه باید ملوانان و قایق‌های ما آزاد شوند. خواهان اقدام فوری هستم. دیشب جمعی از اوکراینی‌ها در اعتراض به اقدام روسیه در مقابل سفارت این کشور در کیف جمع شدند و اتومبیلی را به آتش کشیدند. امروز هم مجلس اوکراین به درخواست رئیس جمهوری با اعلام حکومت نظامی موافقت کرد. رئیس جمهور این کشور گفته این به معنی اعلام جنگ به روسیه نیست. در چند ماه گذشته تنش بین دو کشور بر سر دسترسی اوکراین به دریای آزوف و دریای سیاه بیشتر شده است.
روسیه پیشتر هم نیروهای دریایی اوکراین را متهم به ورود غیر مجاز به آبهای این کشور کرده بود. حریم آبهای ما به طور خطرناکی نقض شده. اجرای مانور در آبهای روسیه میتواند و در واقع توانسته حرکت عادی کشتی ها را در آبهای این منطقه به خطر بیندازد. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته امکان عبور آزادانه از تنگه کرچ را دوباره فراهم کند و از همه طرف‌ها خواست با حداکثر خویشتنداری عمل کنند. ناتو از اوکراین حمایت کرده است. به درخواست اوکراین و روسیه امروز شورای امنیت سازمان ملل درباره این برخورد جلسه‌ای برگزار خواهند کرد. ژیارگل، بی بی سی. امارات متحده عربی یک شهروند بریتانیایی را که به جرم جاسوسی در این کشور به حبس ابد محکوم شده بود آزاد کرد. متیو هجز 31 ساله اتهاماتش را رد کرده و گفته بود در حال تحقیقات دانشگاهی در امارات بوده. با این حال دادستانی امارات پیشتر گفته بود که او اتهاماتش را پذیرفته. دقایق پیش از اعلام خبر عفو شدنش فیلمی را به خبرنگاران نشان دادند که در آن آقای هجز به جرم خودش اعتراف می‌کند. پس از سفری 6 ماهه، کاوشگر ناسا قرار است تا ساعتی دیگر روی مریخ فرود بیاید، کاری که پیش از این بارها شکست خورده. این کاوشگر قرار است از اسرار مریخ به ما بگوید و نشان دهد که این سیاره سرخ چگونه طی میلیاردها سال تکامل یافته. گزارش ویکتوریا گیل رو ببینید. نامش را 7 دقیقه ترسناک گذاشتند. در مرحله پایانی سفر به مریخ، کاوشگر اینسایت ناسا باید سرعت خود را از حدود 20,000 کیلومتر در ساعت تا حدی ایمن برای فرود کاهش دهد. این یه مدل کاوشگر اینسایت با اندازه واقعی. اینا صفحه‌های خورشیدی خوشگلشن که برق کاوشگر رو تعمیم می‌کنن. این کاوشگر قراره کار علمی خارق‌العاده‌ای رو روی مریخ انجام بده. میشه گفت برای اولین بار در 4 میلیارد سال گذشته می‌خوایم مریخ رو اساسی بررسی کنیم. اما پیش از اینکه هر مطالعه‌ای روی سطح مریخ آغاز شود، فشار ناشی از فرود ایمن کاوشگر باعث ارسال پیامی به زمین خواهد شد. بعد از فرود پیامی از کاوشگر دریافت می‌کنیم که میگه ظاهراً همه چی سر جاشه. البته ما هم باید کاوشگرمون رو بررسی کنیم. همین که اولین نشانه‌ها رو دریافت کنیم، مثل اینه که قلبمون از شدت هیجان می‌خواد از جاش کنده بشه. بازوی روباتیک اینسایت یک ارتعاش سنج را روی مریخ می‌گذارد که هر لرزه‌ای در این سیاره را ثبت می‌کند. این اولین رباتی است که در مریخ حفاری می‌کند تا ساختار این سیاره را بشناسیم. این کاوشگر یه جورایی قوه درک داره. ما باید اینجا آروم بشینیم و به لرزه‌های مریخ گوش بدیم. تا حالا همه ابزارهای دیگه زمینه رو آماده کردن، ولی حالا می‌خوایم بریم زیر سطح مریخ. قبلا فقط سطح مریخ رو خراشیده بودیم. در اتاق کنترل عملیات این اندازه‌گیری‌ها به دانشمندان اجازه می‌دهند که به عقب برگردند و ببینند که اجرامی مثل مریخ، زمین و ماه چگونه 4.5 میلیارد سال پیش شکل گرفتند. چیزی که اینجا تو اتاق کنترل ناسا رسم شده اینه که تو این اتاق همزمان با هر عملیات فرودی اینا بادوم زمینی می‌خورن. این برای اینه که اولین عملیات برای فرود روی ماه پس از 6 بار شکست، 7th بار موقعی موفق شد که اینها قبلش بادوم زمینی خوردن. حالا هم امیدوارن که بخت یارشان باشد و کاوشگر این سایت روی سیاره‌ای 150 میلیون کیلومتر دورتر از سیاره ما فرود بیاید. ویکتوریا گیل، بی بی سی نیوز، ات ناساز جت پروپولشن لبوراتوری، کالیفرنیا. قبل از اینکه چیزی رو دور بندازید، فکر کردید شاید بشه دوباره از اون استفاده کرد؟ بهیافت یا استفاده مجدد از اشیای کهنه از راه تبدیلشون به وسایل قابل استفاده سیاستیه که دولت بریتانیا برای کاستن از تولید زباله در پیش گرفته. در شهر برایتون شیوه‌های خلاقانه‌ای برای بهیافت به کار میره، از جمله در ساختن خانه‌ها. گزارش راجر هربین رو ببینیم. این یکی از غیرعادی‌ترین خانه‌ها در بریتانیا است. از دور مثل یک خانه معمولی است که با کاشی‌های سیاه پوشانده شده. اینها در واقع کاشی‌های کف خانه‌اند که حالا نمای خانه را پوشانده‌اند. این خانه از مواد بلامصرف ساخته شده. تو رفتگی‌های دیوارهایش با عایق‌های آزمایشی پر شده، مثل شلوار جین، نوار کاست، فیلم و لحاف‌های کهنه. بیاین اینجا نشونتون بدم با لحاف‌ها چی کار می‌کنیم. تو بریتانیا همه لحاف‌های کهنه رو می‌سوزونن یا می‌ندازن دور.
ولی ما اینجا ازشون یه عایق ساختیم تا ببینیم چقدر میتونن جلوی سرما رو بگیرن. اینجا پر است از ایده های بهیافت. زنی معروف به الهه امکانات برایتون اشیایی را که قابل استفاده مجدد باشند پیدا می کند. این ادارات بسته شدند. به جای دور ریختن اشیای اضافی او آنها را جدا می کند و می فروشد. می گوید با این روش صرف جویی می شود و در بقیه بریتانیا هم باید همین کار را کرد. به نظرم دولت میتونه این سیاست رو در پیش بگیره، هم توی صنعت مدیریت زباله، هم توی ادارات و شرکت‌های محلی. خوبه که از این چیزایی که قبلا استفاده می‌شده دوباره استفاده کنیم و فقط به بازیافت فکر نکنیم. انبار چوب برایتون الوارهایی را که قرار بود دور ریخته شوند نجات می‌دهد. اینجا میخای الوارها را در می‌آورند و آنها را در اندازه های مطلوب می برند. ما کار خیلی ساده و سوداوری انجام میدیم. از محصولی که معمولاً دور انداخته میشه بیشترین استفاده ممکن را می کنیم. ازش پول می سازیم. در بریتانیا حدود 30 کارگاه مثل این هست. طرفداران حفظ محیط زیست می‌خواهند صدها کارگاه مثل این ساخته شود تا تولید زباله هرچه کمتر شود. روجر هربن، بی بی سی نیوز، برایتون. امروز در برنامه هشتگ شما درباره زلزله در غرب ایران صحبت می‌کنیم. آیا شما یا نزدیکانتون آسیب دیدید؟ وضعیت امدادرسانی چطوره؟ ساختمان‌ها یا آسیب دیده تازه ساز بودند یا قدیمی؟ و به طور کلی زلزله پارسال کرمانشاه چه تأثیری روی آمادگی و مدیریت زلزله امسال داشته؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. این بودیم بخش خبری. ممنون از همراهی شما.